در اطراف معده نوعی جانور گیاهخوار تعدادی کیسه وجود دارند که آنزیم های را ترشح می کنند مشخصه این جانور کدام است با توجه به توصیفی که توی صورت سوال کرده متوجه میشیم که داره راجبه ملخ صحبت میکنه مثال کتاب شکل صفحه 31 یک. گزینه یک رو ببینیم قدرت بزاقی آن در زیر چیندان قرار دارند با توجه به شکل صفحه 31 کتاب میبینیم که قدرت بزاقی آن در زیر چیندان قرار دارند پس این گزینه گزینه صحیح ما هست اما گزینه های دیگر را بررسی کنیم گزینه دو در بخش از لوله گوارش آن که دندانه های وجود دارد جذب مواد مغذی انجام می شود در بخش از لوله گوارش آن که دندانه های وجود دارد پس داره رجوع پیش معده صحبت میکنه اما جذب مواد مغذی در معده انجام میشه پس گزینه دو غلطه گزینه سه حجیم ترین قسمت لوله گوارش آن یعنی چیندان بخشی است که مواد گوارش نیافته پس از عبور از آن دفع می شوند خب مواد گوارش نیافته در چیندان در واقع ذخیره میشه اما از، پس از عبور از آن هضم میشه نه دفع پس گزینه سه غلطه گزینه چهار در هر بخش از دستگاه گوارش که آنزیم گوارشی ترشح می شود امکان جذب مواد غذایی وجود ندارد میدونیم که در معده آنزیم های گوارشی در ملخ ترشح میشه پس توی معده جذب مواد غذایی هم وجود داره با توجه به اطلاعات کتاب برای همین گزینه چهار هم غلط از آب در میاد پس گزینه یک گزینه صحیح ما هست